روز اسب ریزی، نوشته بیژن نجدی. پوستم سفید بود، موهای ریخته روی گردنم زردی گندم را داشت، دو لکه باریک تنباکویی لای دستهایم بود. فکر میکنم بوی اسب بودنم از روی همین لکه ها به دماغم میخورد. روزی که توانستم از دیوارک کاجهای پاکوتا جسب بزنم و بی آنکه پل را ببینم قالاخان را از روی آب رد کنم و آن طرف رودخانه جلوتر از همه اسب ها به میدان دهکده برسم، دو ساله بودم. قالاخان یک زینه یراق دوزی و یک پوستین بلند پر از منجوق جایزه گرفت و به پاکار گفت که در استبل خاکره بریزد تا اگر گاهی بخواهم غلط بزنم پوست پهلو و شانه هایم خراش بر نداره. روز بعد قالاخان آن زین را روی پشتم گذاشت و تسمه‌اش را زیر شکمم سفت بست. باران می‌بارید. تا باران بند بیاید مرا بین ردیف درختان قان روی سینه تپه‌ها و در حاشیه باغ‌های پنبه دواند. کنار رودخانه پاشنه چکمش را به پوست شکم کشید و مرا هی کرد که خودم را تا گردن به آب بزنم. بعد آلاچیخ‌ها را دور زدیم، از بوی دود اجاق‌ها رد شدیم. زین و تسمه خیس شده بود و به تنم چسبیده بود که خراشم می‌داد مثل براده شیشه‌ای. و آنچنان می‌گذشتیم. نزدیک ظهر به دهکده برگشتیم. دختر قالاخان کنار چاه بود، به طرف ما دوید. پاکار دهنم را گرفت و قالاخان بی آنکه پیاده شود مرا به استبل برد. آنجا هر دو پایش را از یک طرف زین آویزان کرد و خودش را به پایین سر داد. پاکار زین را باز کرد تا او برود و یک تکه نمد برای خوش کردن پوستم بیاورد. صدای نرم مثل علف گفت سلام. قالاخان گفت سلام آسیه. آسیه گفت بده من خشکش کنم. قالاخان گفت دختر خوشگلم، این چکمه ها خیلی خیس شده، باید بگذارمش کنار بخاری. آسیه گفت اسب رو میگم بابا. قالاخان گفت اسب. پاکار نمد به دست رسید. قالاخان گفت بده آسیه خشکش کنه و با پاکار رفت. آسیه پوست سرخ و سیاه شده ای داشت. دو تا گردوی زیر جلیقه‌اش به سختی دیده می شد. موهای بلندش را روی گوش راستش گیس کرده بود. دنباله گیس روی سینه‌اش افتاده بود. نمد را روی تیرک استبل گذاشت و کف دستهایش را با گردنم مالی. بعد تا جای خالی زین کشید. کف دستهایش را روی پشتم گذاشت و عرق رانها تا مچ پاهایم را خوش کرد. از جیب دامنش یک حب قرن در آورد و آن را زیر لبهایم گرفت. نتوانستم بخورم. انگشتش بوی عرق تنم را می داد و خود آسیه بوی جنگل. گفت بخور دیگه. گفت چی از من بدت میاد؟ من فقط زین را نگاه می کردم. گفت از اون بدت میاد؟ بدون زین میذاری سوارشم؟ سطل کنار دیرک بود. آسیه سطل را وارونه کرد. روی آن ایستاد و مثل یک مشت ابر سوار اسب شد. گرمایش را به تن اسب می مالید. گردن اسب را بغل کرد، موهایش را روی آرواره اسب ریخت. همین که گفت هی، اسب و آسیه دهکده را به هم ریختند. طناب رخت وسط حیاط پاره شد. سبدهای پنبه از روی چهار چرخه افتاد. سگهای کنار قصابی دهکده لای پای مردم دویدند. زنی خودش را کنار کشید و گندمهای زنبیلی که روی سرش بود بر زمین ریخت.
درختان قان راه را باز کردند، برگ‌های افتاده به طرف شاخه‌ها رفتند. از آلاچیق‌های پراکنده مردان درشت و پیر با ریش سفید و شانه شده بیرون آمدند و برای اسب و آسیه دست تکان دادند. قالان خان با زیر شلواری به حیات آمد و داد کشید: اینها کجا رفتند پدر سگ؟ پاکار که سرش را از پنجره اتاقه که آن طرف چاه بیرون آورده بود گفت: نمیدانم آقا. قالان خان گفت: اگر آسیه رو بندازه هم تو رو میکشم هم اسب رو. برو پوستینم رو بیار. یالا. تا اسب با قدم‌های آرام آسیه را به حیات برگرداند، قالان خان با زیر شلواری و پوستین پر از منجوق در حیات راه رفت و چاه را دور زد. فردای آن روز وقتی که خواست باز هم زین را روی پشتم بگذارد، دستهایم را بالا بردم و هر دوتا نعلم را روی آن منجوق‌ها پایین آوردم. قالان خان به طرف دیوار استبل پرت شد و فریادش پاکار وحشت زده را به استبل آورد. پاکار قالان خان را روی زمین کشید و بیرون برد. بعد صدای پای عده‌ای را شنیدم و صدای گریه آسیه را شناختم که کم کم دور می شد. کمی از تشتک آب خوردم. دمم را تکان دادم و با یکی از دستهایم خاکره کف استبل را این طرف و آن طرف بردم. فکر می کنم همونطور ایستاده کمی هم خوابیدم، تا اینکه دوباره سر و صدای قالان خان بلند شد. گفت: یکی بره اون دلول منو بیاره. پاکار گفت: آقا شما را به خدا. قالان خان گفت: برو. هنوز کمی از روز باقی مانده بود. قالان خان با دست چپی که به گردنش بسته شده بود و با دست راست مش شده دور یک دلول وارد استبل شد و به پاکار تشر زد، گفت: این گلنگدن رو بکش. پاکار تپنگ را گرفت و گلنگدن را کشید، گفت: بزنش. پاکار گفت: نکنید آقا، نکنید. قالان خان گفت: بزنش حرومزاده. پاکار سوراخ‌های دلول را به طرف صورت اسب گرفت. صدایی مثل باران به طرف استبل آمد. بین سقف و شانه های اسب پر از ابر شد. آسیه پشت صدایش ایستاده بود و گفت: بابا. قالان خان گفت: برو بیرون. به طرف دخترش رفت. ابر از شانه تا روی دست های من پایین آمده بود. پاکار خودش را بین پدر و دختر انداخت. آنها از استبل بیرون رفتند. قالان خان داد می زد: می دونی با اسب های مثل این چه کار میکنن؟ آسیه گفت: دیگه سوارش نمیشم. و گریه میکرد. گفت: باشه. و گریه میکرد. گفت: به خدا باشه، دیگه سوارش نمیشم. بوی نمد خیس میامد. پوست تنم میلرزید. قالان خان گفت: میبندمش به گاری. آره آره، اونو ببندیم به گاری. من نمیدانستم گاری چیست. صبح روز بعد پاکار تنابی را دور گردنم انداخت و مرا بیرون کشید. آفتاب بیگرمای پیش از برف روی زمین افتاده بود. دسته ای از کلاغ‌ها روی درختان قام بودند. چند کارگر کنار گونی‌های گندم ایستاده بودند. قالان خان راه می‌رفت. آسیه پشت پنجره‌ای بود و چشم از اسب بر نمی‌داشت. باد تکه های ریز گل را از زمین بر می داشت و به صورت اسب می زد. قالان خان به پاکار گفت: یادت می مونه که؟ آره، گندم ها رو که تحویل دادی، بعد اون برو رسید بگیر. پاکار گفت: البته آقا. دهنه اسب را گرفت و او را به طرف گاری برد. قدش به گردن اسب هم نمی رسید. شکم برآمده ای داشت. کمربند شلوار را درست زیر نافش بسته. صورتی داشت با گوشت آویزان. لب بالایش آنقدر کوتاه بود که انگار بدون هیچ خنده‌ای همیشه لبخند می‌زد. اسب را به گاری بست و به کارگران گفت: چرا مثل مرده وایستادی؟ آنها گونی‌ها را بار اسب کردند. من برای دیدن پشت سرم سرک کشیدم. کارگران تناب را دور گونی‌ها گره زدند.
زیر دست پاکار را گرفتند و کمک کردند تا او بتواند از گاری بالا رود و روی گونی‌ها بنشیند. تا آن لحظه روز خودش را لخت کرده بود و سرمایش را به تن اسب می‌مالید. خونی که در مویرک‌های گردن اسب راه می‌رفت از زیر سفیدی پوستش دیده می‌شد. کمی دورتر از او رودخانه از زیر پل می‌گذشت. تسمه ها لایه دندانهایم بود. دهانم طعم چرم می‌داد. قالان خان گفت راه بیفت دیگه. پاکار شلاخ کشید. اسب لرزید. دست و پایش را به یورتمه باز کرد. کوهستانی از درختان قان را به پشت من بسته بودند. نرسیده به پل پاکار افسار کشید. گفت یواش. یواشتر حیوان. اینقدر دهنه را کشید که گوشه لبهایم زخم برد. اسب پاهایش را آرام کرد. عرق نازکی زیر یالهایش راه می رفت. نگاهش روی سوم دستهایش بود و از چشمایش صدای شکستن قندیلهای یخ به گوش می رسید. از پل که رد شدم دیدم آسیه روی یکی از نیمکتهای میدان خلبت اسب دوانی نشسته است و با فاصله های دور از هم برایم دست می زند. هیچ دهکده ای از دور نمی آمد. برف می بارید. پاکار برف روی کلاهش را نمی تکاند. گرسنه نشده بود. شلاق رو می برد و می آورد. سرما از چاک باریک زخم می رفت و زیر پوست اسب همانجا می ماند و به تن او سرما می زد. اسب بعد از پل دوید. بعد از درخت ها یورتمه رفت. بعد از آلاچیخ ها ایستادم. گردنم را بالا کشیدم. سرم را برگرداندم که به عقب نگاه کنم. تیرک های گاری به آرواره هم چسبیده بود. نمی توانستم چیزی را که با خودم می کشیدم ببینم. می توانستم کسی را روی پشتم باور کنم. اما سنگینی آن طرف دومم را نمی فهمیدم. اذیتم می کرد. با سوم دستم برف را پس زدم. پاکار داد کشید راه برو دیگه خرچ و سونه. خون مردگی پوستم طوری میسوخت که انگار کسی با آتش سیگار روی سفیدی تن من چیزی می نوشت. باید دور می زدم. باید پشت سرم را می دیدم. اسب دور زد. سمچاله هایش بین خطوط موازی چرخهای گاری دوباره پر از برف شد. هیچ اسبی با او آن همه راه را ندویده بود. پاکار از گاری پایین آمد. روی صورت اسب شلاخ کشید. اسب دست و گردنش را کنار کشید. گاری سر خورد. اسب به تیرک تکیه کرد. پاهایش باز شد و گاری برگشت. اسب با سفیدیش روی سفیدی برف ریخت و خط سرخی از خون پشت رانش راه افتاد که او دمش را بر آن کشید. گونی های گندم از روی گاری قل خورد. پاکار یکی یکی تمام فحشایی را که تا آن روز یاد گرفته بود به خاطر آورد. به گندم فحش داد، به اسب فحش داد، به گاری فحش داد. مرا از گاری باز کرد و به تنه یک درخت بست. حالا گاری روبروی من. آن را می دیدم و نمی دانستم باید از آن بدم بیاید یا نه. پاکار هن و هن می کرد و گونی ها را روی آن می گذاشت. تناب های گاری را گره زد. خودش گاری را تا پشت اسب کشید و تسمه ها را دوباره بست. دورتر از آنها آسیه به دیواری از باران تکیه داده بود. دوباره راه افتادیم. از جنگل کوچکی گذشتیم. چرخهای گاری پشت سر من قشقش میکرد. مال رو روی کوه پیچ میخورد و بالا میرفت. صدای تمام شدن روز را میشنیدیم. پوزم را به لکه تنباکویی لای دستهایم چسبانده بودم. زبانم را تکان میدادم تا زیر دندانهایم کمی آب پیدا کنم. سرفه‌ای گلوی من را میخاراند. اگر انگشتان آسیه یک حب قند را به لبم نزدیک می کرد، صورتم را به کف دستش تکیه می دادم. خط نازک خون روی پوست اسب پینه بسته بود.
سفیدی تنش به خاکستری میزد. تکه های پهن به دم و پشت پاهایش چسبیده بود و تاریکی شب قطره قطره از یالش میریخت. گاهی یک تخت سنگ از کوه میافتاد و از مال رو میگذشت. گوشهایم را به خاطر صداهای اطرافم تکان میدادم. سایه هایی از کنارم رد می شد. گلی از اسب های سیاه تاریکی را هل می دادند و لای درخت ها می دویدند. دندان هایشان را می دیدم که تاریکی را گاز می زد. شب پرس های سیاهش را به من می مالید. پوستم بوی شاش می داد. پاکار شب کلاهی روی سرش کشید و گفت هش. اسب ایستاد و پاکار توبره‌ای را از گوشهای اسب آویزان کرد. بوی یونجه دماغم را پر کرد. دهنم خیس شده بود. یونجه را نجویده قورت می دادم. بعد از برداشتن توبره دیدم آب از دهانم روی زمین می ریزد. صورت آسیه را نمی توانستم به یاد بیاورم. شانه هایم را به تیرک تکیه داده بودم. اسب زینی از زخم را به پشت داشت و راه می رفت، راه می رفت و راه می رفت. همین که صبح نوک پا رسید دهکده، خودش را از تاریکی بیرون کشید. پاکار گاری را به طرف میدان دهکده برد. کنار یک پلکان چوبی گاری را نگه داشت. پایین آمد، داد زد که آتای، تا آتای لباس بپوشد و از اتاق بیاید و دیگران را بیدار کند که گونی ها را پایین بیاورند، اسب توانست نگاهی به اطرافش بیندازد. دور تا دور او زمین باز و بدون درختی بود. از سوراخ دماغش بخار بیرون میزد. پاکار شروع کرد به باز کردن تسمه ها. منتظر بودم که تیرک ها را بردارد. باید تا آن سرازیری می دویدم و خودم را از بوی پهن چسبیده به تنم دور می کردم. پاکار تیرک ها را باز کرد. دهان اسب پر از صدای دلش بود. لذت یورتمه به کشاله های رانم زور آورده بود. می دانستم که نه پاکار و نه آتای هیچ کس نمی تواند مثل من بدود. پاکار گاری را کنار کشید و اسب ناگهان یک خلأ بزرگ را پشت خودش احساس کرد. یکی از دستهایش را جلو بود. پاهایم نمی توانستم تکان بخورم. جای خالی زین تا مچ پاهایم را گم کرده بودم. اسب دست دیگرش را هم جلو برد. تمام سنگینی تنم روی دستهایم ریخت. پاهای اسب از دو طرف باز شد. شانه هایم پایین آمد و به صورت روی زمین افتاد. آتای و پاکار خودشان را کنار کشیدند. حالا دست‌های تا شده اسب به زمین چسبیده بود و تمام گردنم و نیمرخ اسب روی برف بود. آتای و پاکار باید کمک می‌کردند تا اسب را دوباره به گاری ببندند. من دیگر نمی‌توانستم بدون گاری راه بروم و یا بیستم. اسب دیگر نمی‌توانست بدون گاری بیستد یا راه برود. من دیگر نمی توانستم. اسب، من، اسب. این داستان به قلم آقای بیژن نجدی از کتاب همه یوزپلنگانی که با من دویدند بود. خب دوستان، این بود داستان روز اسب ریزی، نوشته ی آقای بیژن نجدی. بسیار متشکریم از اینکه ما رو تماشا کردید. لطف کنید ما رو سابسکرایب کنید، حتما اون زنگوله کنارش رو بزنید تا ویدیوهای بعدی اون براتون بیاد و بتونید ببینید. لطفا ما رو به دوستان کتابخونتون معرفی بکنید. اگر پیشنهادی دارید حتما توی کامنت ها برامون بنویسید و بسیار بسیار ازتون سپاسگزاریم برای اینکه بیننده و شنونده کانال خودتون کتاب من هستید.